با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 22 از ماه فوریه سال 2016. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم. همیشه یک غزلی از حافظ در ابتدای سخن میخوانیم. امروز بخوانیم یک قصیده بسیار بسیار زیبا از استاد شفیعی کدکنی برای شما بخوانم. بله، اون چه ما میراث فرهنگی ایران میگوییم بخش اعظمش ادبیات ماست. از نشست و برخاست و شیوه سخن گفتن و عادات و رسوم بگیرید تا اسطوره ها و داستان دلاوری پدران، همه در این ادبیات هست که منعکس است و ما مفتخریم به داشتن چنین گنجی عظیم و کرامند که از گذشتگان بر جای مانده. ایران بسیار اوقات فقیر بوده است، اما همیشه فضلا بودن، همیشه بزرگان ادب اینجا و این سو و اون سو در کشور ما به ویژه در خراسان بودن. این دوران طاعون زده جمهوری اسلامی است که در این 37-38 سال هیچ تولیدی معرفتی، هیچ تولید علمی، تولید ادبی، هیچ تولید نکرد. یک تصنیف، یک ترانه در این دوره به وجود نیامده. تا اون وقتی که بیاد همه جا میزنه، همه چیز شرایط اجتماعی است. چنیبیب که میگن در زمان ملکه ویکتوریا تمدن انگلیس به اوج خودش رسید، چه شخصیت ها بروز و ظهور کردن. حتما شنیده اید که در دوران سامانی میگوییم که بزرگان فضلا و علمای تراز اول ما در متعلق به روزگار سامانیان هستند. آل بویه نیز چنین بودن، تقریبا همزمان بودن. در روزگار جمهوری اسلامی میگویند یک شخصی از این اساتید دانشگاه ما پیدا نمی کنیم که حافظ رو بخواند بی غلط. رئیس فرهنگشان گفته خدا رو سپاس که پشت ما گرم است به استاد محمد رضا شفیعی کدکنی. خب، من برای شما یک قصیده میخوانم از ایشان که افسوس خورده است بر زبان پارسی و احوال زبان پارسی. قصیده است به سبک خراسانی و بسیار متین، بدون قصد سمین، یعنی به قول قدما شعری که چاق و لاغر داشت میگفتن، یعنی یه بیت خوب داشت، یه بیت بد داشت، دو بیت خوب داشت، یک بیت سست داشت، میگفتن چاق و لاغره. اما این قصیده کاملا یک دست زیبا و متین و با مقصود برابر است. هر بیتیش گفتن ای شعر پارسی که بدین روزت افکند، کاندر تو کس نظر نکند جز به ریش خند. ای خفته خار بر ورق روزنامه ها، زار و زبون ذلیل و زمین گیر و مستمند، نه شور و حال و عاطفه، نه شور و حال و عاطفه، نه جادوی کلام، نه رمزی از زمانه و نه پاره‌ای ز پند، نه رقص واژه ها، نه سماع خوش حروف، نه پیچ و تاب معنی بر لفظ چون سمند. یارب کجا شدن فر و فرمان رباییت از ناف نیل تا لبه رود هیرمند. یارب چه بود اون که دل شرق می تپید، با هر سرود دل کشت از دجله تا زرند. فردوسیت صخره ستوار واژه ها،
معمار باستانی اون کاخ سربلند. ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بر آن نیگون پرند. این اشاره است به گزارشی از ابن بطوطه، میگوید به چین رفته بودم، در کنار دریا دیدم عده‌ای در کشتی یا یه قایقی هستن، پاروزنان میآیند و شعری از سعدی میخوانند، دم گرفتن در واقع در اون روزگار. بله اینجا اشاره است به اونجا. بله یارب. بله میگوید ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بر آن نیلگون پرند. نیلگون به معنی آبی در شاهنامه به معنای سیاهی هم آمده. فرخی میگوید چون پرند نیلگون بر رود پوشد مرغزار، در اون قصیده معروف. بله قصیده داغا پرند نیلگون، اینن همون رو اینجا آوردن. پرند، بله پرند به معنای ابریشم است. حاطف اصفهانی میگوید سه نگردد بریش و مرعو را، پرنیان خانی و حریر و پرند. بله ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بر آن نیلگون پرند. روزی که پای کوبان رومی فکنده بود، سید ستارگان را در کهکشان کمند. از شوق هر سروده حافظ به ملک پاس، نبض زمانه میزد از روم تا خجند. فرسنگ های فاصله از مصر تا به چین، کوته شدی به معجز یک مصرع بلند. بحبه. اکنون میان شاعر و فرزند و همسرش پیوند برقرار، نیاری به چون چند. زیبت که از این ترقی معکوس در زمان، از بحر چشم زخم بر آتش نهی سپند. البته طعنه زده شاعر، ماشاءالله به خاطر این ترقی معکوس یک اسفندی هم باید برای شما دود کنیم. بر آتش نهی سپن. کین گونه ناتوان شدین در لباس نس، بیغورتر ز پشکر گاوان و گوسپند. جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند، از مزخرف و آزود زینگزن. این جیغ بنفش داستان این بود که یک کسی بود به نام ایرانی یا تهرانی، درباره قطار تصویر کرده بود هاف 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 جیغ بنفش، قار کبود می دود جیغ بنفش می کشد. یعنی قطار در حرکت، جیغ بنفش اون دود بنفشی که از چیز لوکوموتیو می زده بالا، این دیگه مشهور شده، همه می دانن منظور چیست. و این یه سمبولی شد برای خلاصه شعر نو و هر سبت که داستانهایی که به دنبال داشت. حالا من واردش نمیشم، ایشون هم اینجا اشاره کرده است. بله بله جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند، از مزخرف گزن. جای بهار و ایرج و پروین جاودان، جای فروغ و سهراب امید اشکم. اونا رو که میشتستم، بهار و ایرج و پروین، پروین اعتصامی، بله فروغ میشتستیم، سهراب سپهری، امید ارجمند، امیدم که همه میشتیم.
دیوگنیز ما معرفی بود. بله. بگرفت یافه های گروهی گزافه گوی، کلپتره های جمعی در جهل خود ببند. آبشخور تو بود همار زمیر خلق، از روزگار گاهان و از روزگار زند. بله. وکنون سخنورانت یک سطر خیش را، در یاد خود ندارند از زهر تا بغند. در حیرتم ز خاتمه شومت ای عزیز، ای شعر پارسی که بدین روزت رو کرد. بسیار قصیده زیبا و متین و بلندی بود. بله. از استاد محمد رضا شفیعی کتکنی. ایشون مدتی است مشغول تصحیح تذکرة الاولیا هستن. تذکرة الاولیا یکی از کارهای بسیار بسیار مهمی است که از روزگار قدیم بر جای مانده، اثر عطار نیشابوری، با یک نثر زیبای شعرگونه و عاشقانه که دل را می لرزاند خواندنش. حالا بعضی ایراد میگیرن آقا این مبالغه، خیلی مبالغه است این روی آب راه رفتن ها و این داستان ها، اما مقصود عشق است و عاطفه، هیچ اشکالی ندارد. این چیزایی که عطار اونجا از بزرگان متصرفین نقل کرده است هیچ اشکالی ندارد. خب اجازه بدید که من بیشتر مشغول نوشتن مقالات بودم و در تاریخ اسلام سیر می‌کردم. این قدیم‌ترین کتابی است که در تاریخ اسلام تحریر شده است، سیرت رسول الله. من مبرر هر جا که می‌بیند که کار خراب است به یک مقالاتی بند می‌شود که توجیه بکند، یعنی جنایت خیلی فجیعی توسط بزرگان دین ماشاءالله در اسلام با جنایت آغاز شده، جنایت و سرقت و خارنگاشتن دیگران و گردن دیگران رو زدن و مال مردم رو دزدیدن و دیگران رو نجستانستن آغاز شده و هنوزم همچنان ادامه میدن. خب حالا اینجا داستان کوتاهی هست، این رو من در مقالات آوردم و بسیاری دیگر از مقالات مورخین خیلی مهم هست. ببینیم مورخ کجا معلقه میکنه. خب اینجا میگوید که پس سید چون از حج ودا فارغ شد یا فارغ شده بود، میبینید میگوید سید، میگوید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نه سید، هرچی میان جلوتر این القاب زیادتر میشه. نویسنده رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی میگوید سید، پس چون سید از حج ودا فارغ شده بود به مدینه بازگردید و به چون به مدینه رسید و بقیت ماه ذوالحجه و محرم و سفر گذشته بود، لشکری راست کرد و اسامه بن زید را بر سر ایشان امیر کرد و ایشان را به شام و زمین فلسطین فرستاد. محمد ابن اسحاق گوید که سید 28 غزو به نفس خیش بکرد. ماشاءالله. یعنی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 28 جنگ به نفس خیش، خودش تو وجود شریفشون حضور داشتن در کشتارها. کیفیت احوال اون از پیش رفت و 38 گروه از لشکر اسلام هم در عهد خود از بحر غزو به اطراف بلاد فرستاد. یعنی در این مدت 10 سال 38 لشکرکشی حضرت رسول اکرم فرمودند. شما میخواهید در دنیای اسلام صلحی وجود داشته باشه یا سلفی ها یعنی معتقدان به رفتار رسول، اینا میخواهید که سر نبرن، پس چه بکنن اگه سر نبرن؟ وقتی شما معتقدید به روزگار صدر اسلام
حتما باید سر ببرید. شنیدم یک کودک 8 ساله یک مرد دست بسته رو سر بریده. این کار اسلامی است. فکر نکنید این کار اسلامی نیست. 100% اسلامی است. و این اسلام عزیز که در واقع همه انسانیت رو خار میپندارد و نجس میپندارد و استفان بهایی رو میشوید و کاسه یهودی رو میشوید و تف میاندازد به هرچه مدنیت بوده است و خراب میکند هرچه مدنیت بوده است، تا این پلیدی های فکری رو پاک نکند با جامعه بشری نمیتواند هم آواز بشود و نمیتواند به جای برسد. و تا اونجایی که به کشور ما مربوط است، این ایران زمین پاک مقدس قدیم که از اجداد ما به ما به ارث رسیده و امروز در چنگ اهریمنان اسیر افتاده است، تا زمانی که این اهریمنان رو ما در واقع ایران زمین رو از وجود اینا پاک نکنیم، ما هم به جای نخواهیم رسید. اینها کثیف کردن فضای ایران زمین رو، پلید کردن زمین ایران زمین رو، آبهای ایران زمین. اینها دشمنان سوگند خورده این فرهنگ و این مردم هستن. دشمنیشون هم از مدینه شروع شده. اینها 1000 بزرگ ایرانی رو به یک گدای عرب معاوضه نمی کنن. خب حالا 28 لشکر فرستاده برای خونریزی اینا. هرچی شطور و گوسفند و اینا بود میدوزیدن میوردن اونجا، سر میوردن میخوردن اینا. حالا به من خب اینجا بعد میگوین و 11 قالب ابن عبدالله کلبی را، کلب یعنی سگ، عرب به قدری به سگ علاقه من بوده که قبیله ها به نام بنی کلب بودن، بنی کلب. و امروز اونقدر ما از خود خالی شدیم و اونقدر بیره شدیم و اونقدر در واقع اون مدنیت و ایرانیت و رحم و شفقت خود رو فراموش کردیم که هر جا سگی رو پیدا میکنیم تو دست و پاش نشکنیم به کمرش خورد نکنیم دست بردار نیستیم. باید بنی کلب اسمش غالب بوده، غالب ابن عبدالله کلبی را به غزو بنی ملوح فرستاد. این بنی ملوح یه قبیله بودن، بیچاره 4 تا گوسفند داشتن. یک عرب بیابانی چه چیزی داره؟ دارایش چه چیزیست؟ یا 4 تا شتر بوده بیچاره، یا 4 تا گوسفند، مثل بسیاری از مردم خودمان همین امروز در ایران. برویم میبینی 50 تا گوسفند داره، 10 تا بز داره، 2 تا گاو داره، با این داره زندگی میکنه. یهو فرستادگان رسول الله الله مدینه میرسن و هاو بگیر قارت و سربریدن و گوسفند رو به دوست ببری مدینه. چی شد بابا؟ این چه جور دینیست آقا جان؟ این بدبخت از کجا زندگی بکنه؟ این شیر از کجا بیاره به بچهش بده؟ یک گردن کلفتان مدینه نشستن که بیان سری بوسانده مردم ببارن با خود. خب فرستاد اونجا بنی ملوح جایی که اون را کدید گفتندی، محلش اسمش کدید، و غالب برفت و این قوم را غارت کرد. ماشاءالله. و چاروای بسیار، چاروا گفتن چاروادار،
یعنی چهار پادار، یعنی کسی که کارش با احشام، و چاروای بسیار از اشتر و گوسفند در پیش گرفت و می برد. انداخته بود جلو اموال مردم رو به نام الله. جبرئیل هم گفته بود بیا به دوست بیاری را داشت می برد. حالا اون بدبخت ها که همه هست و نیستشون ایناست، فریاد برآوردن در این بیابان ها که به داد ما برسید که دزدان مدینه بردن انبار ما را و می برد. ایشان بسیار باز هم افتادند و از پی بیامدند. چون به نزدیک رسیده بودن، خوب گوش کنید، میگه اینا هیاهو کردن بیچاره که به داد برسید آقا، اهالی قبیله دزدیدن دزدان مدینه، شترا و گوسفندا و هرچی داشتیم بردن. میگه اینا رسن داشتن نزدیک میشدن که معجزه اتفاق افتاد. خداوند طرفدار دزدا بوده اینجا. چون به نزدیک رسیده بودن، رودخانه خشک میان هر دو قوم بود. یه رودخانه خشک اونجا بود، ما هم یه رودخانه داشتیم میشه گفتیم رودخانه خشک، چون آب نداشت و وقتی که باران میومد و عرض بکنم چیز میشد، سیل میشد، این پر آب میشد. رودخانه خشک میان هر دو قوم بود. هر دو قوم کی بودن؟ غالب بود و دزداش و احشام و مالباخته ها که دوز بهشون زده بود. خب یه رودخونه خوش اونجا بود. حق تعالی بی اون که ابری پیدا کرد و بی اون که موسم باران بود، سیلابی بفرستاد و در حال اون رودخانه پرآب گشت و لشکر مسلمانان از این جانب بودن و لشکر کفار که از دنباله ایشان آمده بودند از جانب دیگر بماندند و اون رودخانه حائل شد میان کفار و اهل اسلام و اون غنیمت در پیش گرفتند و به مدینه آورد. خب این مورخ بدبخت بیمخ فکر نکرد این مرد بی انصاف، این آدم با شرف، تو میگی که وقتی اونا دزدا داشتن میبردن گوسفند مردم رو، اینا هیاهو کردن، خداوند بدونی که ابری پیدا کنه، یعنی بدونی که آب باشه، آب فرستاد که اونها اموال رو بتوانن ببرن و این معجزه حق تعالی بود در پشتیبانی از دزدا. به چه دلیل؟ اینا چه کرده بودن بیچارا؟ اگر قرار بود الله معجزه بکند، چه احتیاجی به سرقت بود؟ خب یه چیزی از آسمان میگفت عجی منجی، همه سنگ ها میشدن گوسفند و گاو سر میبریدن میخوردن دیگه، چه نیازی به سرقت اموال مردم بود؟ تو به این میگی معجزه؟ مثل رهبر بزرگ مسلمین جهان که هنگام تولد گفته است یا علی، صداش پیچیده، همسایه هم شنید، نیازی نبود که بندگان خدا چهار تا گوسفند زندگی میکردن، حالا خدای تو الله تو معجزه کنه که آب بیفته وسط که اونا موفق بشن. خب یه مرتبه این گیاهان مدینه رو گوسفند کردن که آسون تره اون معجزه. اینا هم گوسفنداشونه دارن، زندگیشونه میکنن، یه چیز غذایی دارن بخورن، همین که دوستان مدینه اونجا سر میبونن میخورن، خب گیاهانی که گوسفند شدن. چه باید گفت واقعا؟ چه باید گفت؟ این همه بی اخلاقی و این همه ستمکاری در حق بشر که از این اسلام آمده، اینا کی باید جواب بده؟ این همه سربریدن ها و غارت کردن ها و به اسارت بردن ها رو چه کسی باید جواب بده؟
دینشون بودن. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن و الله اعلم به رشاد. سپر گرامی لطفا یک موسیقی پخش کنید تا بریم و برگردیم ببینیم کجا چه خبر هست. با درود مجدد هموطنان گرامی، دوباره عرض کنم که نمایشنامه ها آغاز شد و انتخابات، چه انتخابات، در دو جا انتخابات هست. در آمریکا تاریخ دولتش به حدود 230 سال میرسد، از 1776 میشه کنم. تاریخ ما هم 2500 سال پیش مردی به نام کوروش آمده است و با اون رفتار کردار که نه پیش از او و نه پس از او مردی چون کوروش در صحنه تاریخ ظهور نکرد. اینو بنده عرضه میکنم مورخان بزرگ. حالا شما میزان این انحطاط رو خودتون اندازه گیری کنید. خود شما اندازه گیری کنید ببینید که داستان چگونه است. واسم یه نکته ای بگم خدمت شما و یک کتاب بزرگ بیرون آمده است که ترجمهش به فارسی عنوانش می شود ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. و تا اونجایی که به دموکراسی مربوط هست از اقتصاد آغاز کرده. کتاب خیلی مفصل است و توضیحات بسیار 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 مفصل و مستوفا دارد و مشبع به قول قدیمی ها. و در باب انگلیس و فرانسه بحث کرد و در واقع شراب رو دستمایه دموکراسی فرانسه و پوست رو دستمایه دموکراسی انگلیس دانست. و اینکه شراب در فرانسه چگونه بوده، از کی آمده، از 12,000 سال پیش آلات ابزاری به دست آمده است که عرض کنم که اقوام که در اونجا میزیستن شراب میساخت و بعد رفته رفته آدم های دیگر آمدن، رومی ها بعد آمدن و بدون نتیجه رسیدن که هر جا که عرض کنم که زیتون و انجیر خوب رشد بکند، انگور در اونجا خوب رشد بکند و شروع کردن اون بخشهایی از فرانسه رو که واجد این شرایط بود انگور کاشتن و شراب ها رو در واقع به نام اون محل ها نام نهادن. همین امروز هم این بوردو، ولی برگاندی، کنیاک، کنیاک به عنوان مثال هر سبت که از تقدیر شراب به دست میاد، از تقدیر شراب به دست میاد، دیگران هم میسازن اما حق ندارن بگوین کنیاک. کنیاک بایستی از همون بخشی از فرانسه که به این نام مشهور است بیاد. جای دیگه میسازن باید بهش بگوین برندی. کانادا، آمریکا، جای دیگه حق ندارن کنیاک. باری و شراب در واقع از همون روزگار قدیم معروف ترین محصول فرانسه بوده. رومی ها که اونجا رو گرفتن چون از ایتالیا بودن مجبور کرده بودن که مردمان اونجا شراب های ایتالیا رو بخرن به خاطر وضعیت اقتصادی. اما خب همه می دانستن که شراب های ایتالیایی به پای شراب های فرانسه نمی رسن و هرچه نزدیک آمدن کیفیت شراب بهتر شد و در جهان مشهور شد
و این شراب فرانسه هزارها برابر عرض کنم که این چهار بشک نفت ما، عرض کنم که سود اقتصادی برای فرانسه داشته است و خواهد داشت برای همیشه، چون درخت های انگور تاک در فرانسه که خوش نخواهد شد، این چاه نفت ماست که خوش خواهد شد، ما پمپ بنزین ها، ما و کویتی ها و ابوظبی ها و هر شبت عرب ها و عربستان سعودی ها و اینا، یه روزی میفتیم به مفلسی، به مفلسی بعد. این کر و فر ما و این توسری زدن به ملت بابت این 4 دلار پول نفت. برعکس در اون کشورها این محصولات سبب رشد اقتصادی شد و رشد اقتصادی ثروت ها میاد در دست مردم و نهادهای اقتصادی رشد میکنند و این در واقع تکثر رو در مدیریت طلب میکنند و رفته رفته مدیریت از دست یک تن که اون دیکتاتور اون بالا باشه خارج میشود. بنابراین راه دموکراسی از اقتصاد میگذرد. حالا یک عقیده قدیمی هم بود تا سال 1975 هم بود که این دیکتاتوریست که اقتصاد رو سریع به وجود میاره و بعد میشود از زمینه دیکتاتوری دموکراسی به دست آورد. بعد باطل شد این عقیده، باطل شد. کتابی چاپ شد بسیار مهم به نام دموکراسی اند دیولپمنت، با ارقام و آمار نشان داد که این تز قدیمی ورشکسته است و اینکه مرتب می آمدند و شیلی رو مثل می زدند و پینوشه رو به عنوان مثال می آورند که بله مثال پینوشه چنین کرد و چنین کرد، اینا یک شاهی ارزش نداره و این دموکراسی است که سبب توسعه می شود و دموکراسی است که سبب گسترش اقتصادی می شود. ما چه کردیم؟ فرانسوی ها با شرابشون به دموکراسی رسیدن، انقلاب کردن. بعد از انقلاب ها معمولا یه دیکتاتوری پیدا میشه، پیدا شد، اون ناپل بناپارت بود. و جالب هست که ما دیکتاتورامون هم که بعد از انقلاب هم میفتاد یه مش آدم های عقب مونده بدبخت بی سواد هم، لااقل این بابا ناپلو دیکتاتور بود، بود جنگ ها کرد، کرد، خون ریزی ها شد، شد، اما یک رجل بزرگ تاریخی بود، یه آدم درست حسابی بود، حرفای خیلی خوبی هم زده. نمیمد دختر مردم رو ریپ کنه و بعد ببره دم خونه پدرش بگی که چون نمیخواستیم بهش بره ما دیشب ریپش کردیم، تجاوز کردیم بهش که بره جهنم. حالا شما دامادتون رو بشناسید، این حمالت الحطب، این جانور که اینجا ایستاده، این همون جانوری است که تجاوز کرده به دختر شما قبل از اینکه اون رو تیرباران کنیم، حالا اومدیم پولای فشنگامون رو بگیریم از شما. در کجای دنیا، در کجای کهکشان میشود همچی کاری کرد در حق ملتی؟ بفرمایید ببینیم در کجا شده. در هیچ جا نشده. نازی ها هم کارو نکرد. این نفت متعفن که پیدا شد فکر کردیم به سعادت رسید. این کرفری و هارتوپورتی که این عرض میکنم این دیکتاتورهای بی سواد نادان ایران واقعا کردن، چهار تا سد بسازیم، چهار تا جاده و نمیدونم چی،
بابت همین 4 دلار پول نفت متعفن بوده که از زمان مظفرالدین شاه تا حالا میشه میکشیدم بیرون و خدا میدونه که چند میلیون مایل میشد جاده بکشید. همشو خوردن و حیف و میل کردن و تو سر مردم زدن و آدم کش استخدام کردن و زندان ها ساختن و بیهوده صرف ارتش کردن و بخش خیلی خیلی کم آن رو صرف تعلیم و تربیت کردن. بری نگاه کنی به بودجه ها، هنوز مردم ما به گمان من 85 تا 90 درصد بی سوادن. این رفتن مدرسه و بابا آب داد که سواد نیست که. این نفت قرار بود که ما رو به یه جای برسانه، وارونه شد، وارونه شد کار. اگر به طور طبیعی پیش رفته بود از شواهد و قرائن، چون عرض کردم تاریخ با اگر و مگر نوشته نمیشه، به این میگوین مغلطه فیکشنال کوئسشن، the fallacy of fictional question، چیزی که نشده و اتفاق نیفتاده ما نمیتوانیم بنشین بنویسیم صفحه پر کنیم که اگر که آقا محمد خان قاجار به جای رضا شاه بود چیکار میکرد یا برعکس. این مقالطه است، کتاب هست، این علمه. آخرش هم برای ما لشکر کشید، لشکر کشیدن، تحریم کردن. گفتیم آقا شما انگلیس ها زار زندگی ما رو بردی خوردی، چیزی هم که ما نمیدی، پس تشریف ببری. لشکر کشیدن و عرض بشود که این دولت بزرگی دیگر هم با خود هم نفس کردن و بلای به روز ما آوردن که این نتیجه چه که ملازم فرمایید، ملازم فرمایید اگر که پول این نفت نمی بود، من میخوام بدونم که آقای علی خامنه ای این میلیارد ها رو از کجا می آورد بدهد به اسد، از کجا می آورد حقوق این همه دوز رو بدهد و این همه چاقوکش. یه ملت 70 میلیون نفری چند تا چاقوکش لازم داره دولتش؟ بیاید آقا، بیاید آقا ببینیم که این اف بی آی چند تا مأمور داره. تازه اف بی آی برای سرکوب ملت آمریکا نیست، دستگاه ضد جاسوسی است برای حفظ امنیت شهروندان این مملکت. همیشه سازمان امنیت ما برای توسری زدن به ما که کجا پشت دیوار چه گفتیم یقمونه بگیرم فردا بکشن اون به دادگاه. حالا از توسری شروع میشه، اونجا که دیگه صحبت سر بازی با قدرت هست دیگه، نه دادگستری معنی میده، نه عدالت معنی میده، هیچ چی معنی نمیده. چوب است و چماق و باتوم و زنجیر و توهین و تحقیر و کتک، امنیت ملی رو خطر انداختی. کدوم امنیت ملی رو من به خطر انداختم؟ یک کتاب داشتم میخوندم. شما امنیت رو از ملت بریدید، چاقو کشان رژیم، برادر بسیجی چاقو کش محترم. یه شغلی پیدا کن آبرومند. 2 سال دیگه پسرت گفت که بابا چیکاره بودی پیر شدی نشستی زمینگیر شدی، نگی چاقو کش بودم بابا جان، با چاقو میکشیدیم چماق میزدیم تو خیابون ها، هر کی میامد میگفت حقوق ما چی شد. من شخصا 62 سر شکستم، برادرم هم که برده بودم اونجا اونم 22 شکم پاره کرده بود. ما یه آبروریزی ننگین از این دنیا میدی.
بگه مأمور رژیمی. آقا چی میخوان از جان مردم؟ یک زمین آزادی، یک هوایی نفس بکشن این مردم. چه بدهکاری به شما دارن این مردم بیچاره؟ چه طلبی شما دارید؟ چه میخواید آقا جان از جان ملت؟ مالک جان و مال و شرف و حیثیت و ناموس و عرض میکنم که منابع زیرزمینی و روزمینی و همه چیز دستگاه استبداد، انتخابات هم برقرار میکنه. انتخابات؟ کدوم انتخابات؟ خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. حالا بندی ننشستم تکلیف برای تو معلوم کنم برادر عزیزم، قربانت برم که رأی بده یا نده. خب 5 تا بچه داری، 5 تا 40,000 تومن میگیری، خوشحالی، برو رأی بده. حالا مهم نیست روزی 3 نفر دار میکشه روحانی، چه اهمیتی نداره، پولی گیر ما بیاد. روحانی رو 10 نفر دار میکشه به درک و لسوه، ما که پولمونی گرفت. اون همبستگی که لازمه ملت بودن است رو از ما گرفتن. داشتیم از ما گرفتن. امیدوارم موفق نشوند که همه این ارتباطات رو قطع کنیم. اون موقع است که همه ما تنها خواهیم. هر بلایی که شما در کتاب پیدا نمی کنید به روز ما خواهند آمد. همین دار دستگاه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی میشه، جمهوری اسلامی. مسخره کردم. خب عرض کنم خدمتتون که یک تعصبی هست در باب زبان، زبان فارسی. غیرتش درست ولی تعصبش رو نه. زبان ما در روزگار سامانیان بین 3 تا 4% واژگان عربی درش وارد بود. هرچه دین بیشتر قوت گرفت تعداد واژگان تازی بیشتر شد. متاسفانه به روزگار مغول که رسیدیم، کارهایی که از اون روزگار هست مثل آثار عبدالقادر مراغی یا وصاف الحضرت، تاریخ وصاف، جامع الالهان، مقاصد الالهان، منشآت خواجه نصیر، اینا تعداد عربیش خیلی بالاست. وصاف که از 70-80% هم گذشت. در روزگار صفوی هم یک نثر بیمزه بسیار بسیار بدی عرض کنم ساخته و پرداخته شده بود که می نوشتن تا برسیم روزگار قاجارها. تلیعه پارسی خوب نویسی رو ما از قلم توانای ابوالقاسم قائم مقام فراهانی میبینیم، همون که گفت گوده ملا لوده خداست، هرچه به او بدهی حلمن مزید میگوید. قربان یابوهای پرخور کمدو، یا مثل یابوهای پرخور کمدو، آفت کاه و غارت جو. آخوندارم بعد که یه جنبش مشروطه شد و نویسنده میخواست مطالب سیاسی، مطالب اجتماعی،
موضوعات انقلابی رو. به کل جامعه حالی بکند، مجبور می شد که ساده نویسی کند. بنابراین این پارسی که ما امروز می نویسیم بسیار زیباست، بسیار توانمنده، لغات عربیش هم کمه. اون مقدار که ما در واقع لازم داشتیم و این تلفظی که ما از این لغات عربی داریم، اگر برویم 100,000 تا عرب جمع کنیم بگوییم نخواهند فهمید. اینا دیگه شناسنامه ایرانی گرفت. باری حالا چرا این حرفا رو میزنیم؟ یک کتابی جعلی ساختن به نام دساتیر. دساتیر اونجا هر لغتی به فرمایید جعل در این دساتیر آوردن به نام لغات اصیل پارسی و خیلی کسان به دام افتادن، چند لغتش هم وارد زبان فارسی شده، مثل تیمسار مثلا. حالا داستان اینو من برای شما میخونم از قلم استاد نیداوود، ببخشید میگم نیداوود، پور داوود. و شما خواهید دید کتابی که در دست من هست به نام فرهنگ ایران باستان، نگارش استاد ابراهیم پور داوود. پور داوود از وطن دوستان بزرگ بود، از فضلاء بسیار بسیار شاخص مملکت ما بود و عرض شود که این کتاب یا یکی از کارهاییست که یادگار اوست. بیشتر عمرش صرف در واقع اوستا شد. این مرد بسیار بسیار زحمت کشید. خب میگوید که من در بیروت شاگرد دبستان بودم. یکی از دوستان ایرانی اونجا که اکنون در تهران پزشک ناموری است، چون مرا جویای واژه های پارسی و خواستار داستان های کهن دید، نامه به من سپرد تا آن چرا خواهانم از آن به دست آورم. اون نامه که تا آن روز نامی از آن نشنیده بودم دساتیر است. این نامه که میگوید یعنی کتاب. در آن روزگار در آغاز جوانی حافظه هم بد نبود، اون چی در آنجا خواندم همه را به یاد سپردم و خود را خوشبخت از بخشایش ایزدی برخوردار میپنداشتم، زیرا به اون چه آرزو داشتم رسیدم. دساتیر آسمانی مرا از بسیاری واژگان بیگانه بی‌نیاز ساخت. از برای پر کردن کم و کاه فهرستی از چند صد واژه یادداشت کرده به انجمن زرتشتیان کرمان فرستادم و خواهش کردم در برابر هر یک از آنها واژه پارسی بنگارند. پس از چندی از اونجا پاسخ رسید، اون چند صد واژه هم پارسی شد. واژه های دساتیر آسمانی و نیم دساتیر کرمانی را روی هم ریخته سرمایه خوبی اندوختم، اونچنین که دیگر لغتی نبود که در برابر آن واژه سره پارسی در گنجینه هم نباشد. پس از چند سالی با انبانی پر از لغت رهسپار پاریس شدم. در اونجا به دستیاری که از دوستان روزنامه کوچکی با چاپ ژلاتین انتشار دادم و به اون پی دهل نام دادم. سراسر مقالم در اون پارسی بود، یا به گفته فضلای قم پارسی سره یا فارسی لخ. گوشت لخ شنیدی؟ لخ یعنی پاک و پاکیزه. بیچربی و بیاستخان ارزش های واژه های دساتی را با هیاهوی دهل به گوش این آن می نرسندم. چه پنهان گاهی اشعار خود را هم با اون لغات زینت می دادم و هیچ روزنامه در انتشار اونها دریغ ندارد. فروزه به معنی صفت از لغت های دساتیر است. خدا رحمت کنه دکتر انصاری معلم ما این فروزه را خیلی دوست داشت. مرتب می گفت فروزه فلان لغت جعلی. فروزه به معنی سفر از لغت‌های دساتیر است که در روزگار در عنوان یک از غزل‌های من در تاریخ ادبیات فارسی پروفسور براون به یادگار مانده است. در پاریس با دانشمند بزرگوار محمد قزوینی که نیز اکنون در تهران هستن آشنا و رفته رفته دوست شدیم. علامه قزوینی رو کسی نیست که نشناسه. این قاجارها هرچه بودن آقا الیت ستیز نبودن. این میرزا تقی‌خان
و فراهانی رو کشتن دلایل سیاسی داشت. این فضلای دانشگاهی ما هیچ کدام به پای اون فضلایی که از زمان قاجار مونده بودن نرسیدن. یه آدمی مثل احمد کسروی از دانشگاه تهران بیرون نیامد. آدمی مثل فروزانفر، ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری، ملک الشعرای بهار، اینها از این دانشگاه بیرون نیامدن. بهترینشان نسل اول بودند که شاگردان همین استادان بودند. یه قانون وضع کردند که این استادان رو بیارن به دانشگاه، آوردن. و استاد شفیعی کدکنی که امروز بزرگترین ادیب ماست، شاگرد مرحوم استاد فروزانفر و سایر اساتیدی است که در روزگار هستند که تدریس میکردن، دانشگاه هم نرفته بودن. حالا بمانه میگه برخورد کردم به علامه غزوی. در گفت و شنود اون اندوخته بیروتی را نشان میدادم. یعنی صحبت که میکرده با غزمینی از اون لغت ها استفاده میکرده، مثل فروزه. باید روزی گفتن نکند این لغت های ملا فیروزی باشد. گفتم آری، از دساتیر آسمانی و پیامبران ایرانی است که ملا فیروز اون را به چاپ رسانید. گفت زبان و مطلب این کتاب هر دو ساخته گمنام متقلبی است. این سخن بسیار به من گران آمد، چه دیدم به این آسانی سرمایه هم از دست میره و به آن چه میانه همسران، یعنی اقران، کسانی که با من بودن، مثل من بودن، مایه امتیازم میشه و میباشد نابود میشود. هر چند پای ارادتم نسبت به سخنان آسمانی از اون روز لغزیده بود، اما نتوانستم یک سر از اندوخته پارینه چشم بپوشم. شور و غرور جوانی و توسن سرکش نادانی و سر سودایی و دل شیدایی هیچ کدام زود رام نمیشوند. آقا من یگانه دل باخته نبودم، بیش از من بودن و هنوز هم هستند کسانی که با دساتیر سر و کاری داشته و دارن. خان نعمت دساتیر و برهان قاطع و فرهنگ انجمن آرای ناصری با لغت‌های رنگارنگ و همه جا گسترده و همه کس از آنها بهره ور است و سپاسگزار. در پاریس حقوق می‌آموختم، اما دلم چندان با آن نبود. گاهی کتابی درباره ایران باستان جسته می‌خواندم و سا در اینجا و آنجا به نام دساتیر برمی‌خوردم. وقتی از خاورشناسان در سخن از دین و زبانهای کهن ایران دشنامی به دساتیر گذاشتند و برخی دیگر بیشتر به آن پرداخته نوشتند که این نامه سراسر ساختگی است، نه مطلبش با دین زرتشتی سازیشی دارد و نه زبانش با زبانهای باستانی پیوستگی. در میان این گروه کسی که بیشتر به دساتیر پرداخته دانشمند پارسی شهریار جی بهاروچا می باشد که او هم در تحقیق خود به هم نتیجه رسید. خب حالا من اینجور مفصله میگذرم، میایم سر لغات دساتیر براتون بخونم که اگر برخورد کردین شما هم بدانید که اینها چیست، از کجا آمده است و این دساتیر چه چیزهای جالبی خلاصه آورده. و بعد اینجا توضیح میدهد که عرض کنم که در کدام فرهنگ، یعنی فرهنگ لغت، این لغات رو آوردن و کلی توضیح داره است که خنده آور است این داستان. بله خیلی خوب. میگوید که لغت‌های دساتیری که در فارسی رخنه کرده بیشترش از تفسیر آن نامه آسمانی است که از فرجیشور ساسان پنجم است، همان پیغمبری که خداوند به او می‌فرماید چنین و چنان، یعنی و در تو تخمه تو پیغمبری همیشه می‌ماند، نامه آسمانی ساسان پنجم فلان. ناگفته نماند زمان متن دساتی عبارت از نخست از یک مشت واژه‌های دگرگون گشته فارسی و عربی و هندی این چنین. چمین یعنی چونین، امر مساوی است با فام، زمیر زمیر ز یعنی زمین،
چسار یعنی چهار، پندم یعنی پنجم، سنجم یعنی ششم، سفتم یعنی هفتم، دشمیر یعنی دشمن، کاج یعنی کار، جهاخ یعنی جهان، انتام یعنی انجام، مرتاج یعنی مردم و همینطور آمده. سمیرا یعنی سما یعنی آسمان، شم یعنی اسم، کتاب نبرد. خیلی خوب. دوم، از واژه هایی که با هیچ رمز استرلاب نمیتوان دانست چیست و از کجاست، چون چاکفری یعنی بیداری، پلید یعنی نخست، فرداب یعنی فردو، جماش، جماش یعنی نور، کاپ یعنی سایه. بله بله. نمونه ای از افعال هوزامیدن یعنی پناه بردن، شالندن یعنی دانستن، آدن یعنی بودن و انجامانیدن و از اینجور قبیل لغات اینجا آورده این استاد بزرگوار و گفته حواستان باشد که گرفتار این داستان نشوید. و میگوید در برهان قاطع صدها از این لغت ها یاد شده و در هیچ جا از دساتیر نام نبرده است، چنان که میدانیم در این فرهنگ از برای هیچ یک از لغت ها شاهدی نیامده، اونچنان که با شناختن لغت درست از نادرست در اونجا از برای کسانی که مایه ندارن بسیار دشوار است. رضا قلی خان هدایت در فرهنگ خود انجمن آرای ناصری مانند نویسنده برهان قاطع از دساتیر نگذشته صدها لغت های اون را یاد کرده است، گرچه در برخی از موارد میگوید که از دساتیر است یا از برهان قاطع، ولی در بعضی از موارد نامی از دساتیر میبرد، نه نامی از دساتیر میبرد نه نامی از برهان قاطع. خلاصه کلک این آقا گرفته و بعد توضیح میده که چگونه این عرض میشود که این کتاب تقلبی در ایران توسط یه هندی ساخته شده. گرود فرتاش، جمساشان، جمساس، چمساشان، چمساس، جاما بابجاب، توراتوس، سارانوش، اموال فانوس، سمرنوش، جود بروش و از این حرفا. اینجا خیلی 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 مفصل آورده و من فکر کردم بد نیست که شما هم عرض شود که یک توجهی داشته باشید به این داستان. وقت خیلی کم است. اینجا ما این کتابی که دست من است، کتاب حلیت المتقین، حلیت المتقین هست از ملاحظ باقر مجلسی، که این کتاب هم خودش خواندنی است و ملاها به این عمل میکنن. باب هشتم، در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن، در وضو ساختن پیش از خواب و در مکان خوابیدن و آداب پیش از خوابیدن. مشهور میان علما آن است که خوابیدن در مساجد مکروه است و ظاهراً بله ظاهراً آن است که مکروه نیست مگر در مسجد الحرام و مسجد رسول و در آنها نیز تجویز واقع شده است و در احادیث معتبر بسیار وارد شده است که رسول خدا سه کس را لعنت کرد: کسی که تنها چیزی بخورد و تنها به سفر رود و تنها بخوابد، و فرمود که اگر کسی تنها بخوابد بیم آن است که دیوانه شود. و از حضرت امام موسی علیه السلام معقول است که هر که در خانه یا بیابانی تنها بخوابد و بگوید اللهم فلان، و در حدیث دیگر معقول است که حضرت رسول نهی فرمود از خوابیدن بر بامی که دیوار نداشته باشد و فرمود که هر که بر بامی بخوابد که دیوار نداشته باشد از امان خدا به در می رود و چنین و چنار. این را هم مباسی از اول تا آخر برای شما بخوانیم. ببینید علامه مجلسی گردآورنده 1,000,000 حدیث دروغین چگونه آدمی بوده است. در این وقت باقی مونده که خیلی هم باقی نمانده،
بنده میخوام خدمت شما تأکید کنم به ترحم به حیوانات. خیلی به من زنگ میزنن در باب سگهای دست و پا شکسته و گربه های نمیدونم خون آلود در این خیابان های تهران و کوچه ها و پس کوچه ها و اینها. کجا رفت این فرهنگ انسانی ما؟ در عرفان ایران ما اگر جمع کنیم چیزهایی که راجع به سگ نوشته شده، یک کتاب هست. عرب ها هم احترام داشتن به سگ ها. ما باید نشان بدهیم که رحم داریم. ما باید نشان بدهیم که آقا مردم بزرگوار هستیم. شما هندی ها رو نگاه کنید. گاندی میگوید میزان مدنیت یک جامعه را از رفتارش با حیوانات میشود تشخیص داد. یک روز رفتیم ما در یک دهی، من دیدم ای داد بیداد آهو و طاووس و به قول خودشون چلمرغی و انواع اقسام اون چیزهایی که ما دنبالش میگشتیم که بکشیم اونجا، اصلا خوک و بندوسات اینا بودم. چرا نمیزنید کو تفنگ کجا فلان کو؟ آقا این حرفا رو اینجا نزنید، اینا همه با هم دارن زندگی میکنن. 20 بله یک کلمه دیگه میگم، هزار تا گنجش داشتن این برنجای باسمتی بقاله رو میخوردن مطلق، کاری نداشت. من دست زدم پریدن، عکساشی دارم یه وقتی ظاهر میکنم نشون میدم. گفتم آقا برنجا تو خوردن؟ گفت حق خودشون رو میخورد. سپر به ما پیغام داد که وقت ما تمام شده از هموطن گرامی. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. فرد شما نازنینان که وقت خود رو گذاشتید، توجه کردید به حرفای ما، ممنونم. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.